درود دوباره به شما دوستان عزیز، مهر بورزید، اد کنید. من دیشب گفتم نمیدونم چه اتفاقی میفته که برنامه ما به این شکل میشه و داره هر شب این اتفاق تکرار میشه شوربختانه و متاسفانه نمیدونم چرا. مطمئنم از سرعت اینترنت نیست، چون سرعت اینترنت بسیار مناسب و بالاست. مهر بورزید، اشتراک گذاری کنید دوستان تا جناب جوان و جناب قاسمی دوباره به جمع ما افزون بشن، این برنامه ناقص نباشه. درود بر شما جناب قاضی، مهر بورزید، اشتراک گذاری کنید. درود بر شما جناب سیاوش. نمیدونم بانو ویروسه یا چه اتفاقی میافته، من متوجه نمیشم چرا باید آخه برنامه وسط شدفی هنگ کنه و قد بشه، کلن فریز بشه، نمیدونم. تا حالا جناب جوان عزیز به جمع ما افسون بشن، یک مطلبی رو جناب قاسمی فرمودن، من اینم اشاره بکنم نسبت به این که ما افشاگری میکنیم، اطلاع رسانی میکنیم، روشنسازی میکنیم، هر کاری که میکنیم یک سری افراد نابخرد بی سواد میان شروع میکنن نوشتن که آقا بس کنید، تمامش کنید، چرا این کارا رو میکنید، الان وقت همبستگی. آخه همبستگی و اتحاد با کی؟ با یه مش آدمای کثیفی که فقط اومدن، درود بر شما، اومدن دنبال منافع شخصیشون. و اگر ما این کارا رو نکنیم، این اطلاعات رو نرسونیم و این اخبار به دست مردم نرسه، خب باز دوباره همون اتفاق سال 57 میفته. یک، دو، شرایط و شیوه مبارزه رو من برای خودم انتخاب میکنم، به کسی ربطی نداره. کسی که دوست نداره نیاد تو فیسبوک لایو من، به کسی ربطی نداره بیاد به من دستور بده یا به من بگه چجوری مبارزه بکنم، یا به آقای قاسمی، یا به آقای جوان، یا به جناب سرنگ رضایی، کسانی که با هم دیگه همسو هستیم، دوستانی که با هم دیگه همسو هستیم. کسی نمیتونه بیاد به ما دستور بده یا ایراد بگیره. هر کی مشکل داره تو برنامه ما حاضر نشه. از قدیم هم گفتن یک مرد جنگی به از صد سیاه. این همه آقایون در طول این همه مدت اومدن اراجیف گفتن، طرف یک روز با تجزیه طلبه، یک روز میاد میره حزب پادشاهی را میندازه، میگه من طرفدار پادشاهی هستم، بعد سر از سازمان مجاهدین تو پاریس در میاره، بعد از اون طرف میره کارهای دیگه میکنه، هر روز یه گندی میزنن، بعد میان تازه دستورم میدن، بعد میان میگن آقا این ویدیوها رو فلان کنید، بیسار کنید. آقا به شما چه ربطی داره که من یا آقای قاسمی یا دیگر دوستی کردید؟ به شما ربطی نداره اصلا. بیایید برای ما تصمیم گیری بکنید یا رد بکنید یا بگید که مثلا آقا این کار بکنید. درود دوباره بر شما جناب قاسمی گرامی. جناب جوان اجازه بفرمایید در خدمتتون خواهم بود. درود بر شما جناب کمپور، درود مجدد، درود بر بینندگان. من چون خیلی اعصابم موقع رسید به هم، یه مطلبی بود که باید بهش میگفتم. دوستان خوب دقت کنید، برید لطفا اون برنامه رو ببینید، هرچند بازدید کننده ها اون برنامه میره بالا، حرومش باشون، حروم خودشون، به قول خودشون اسلامیشون باشه، چششون بیاد بیرون، اما برید حتما ببینید و ضبط و ثبت کنید، چون اینا رو برمی‌دارن. حالا این آقای کله سکسی اومد و صحبت کرد، گفت من مقابل استبداد شاه وایساده بودم. من به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک جوان ایرانی که اون روزم ندیدم اما از پدر و مادرم، از دیگران شنیدم، الان چند تا سوال مطرح میکنم. این آقای کله سکسی بیاد پاسخ بده. صحبت از استبداد شاه کرده و رضا شاه. آقا سوال، رضا شاه بزرگ اومد ایرانو از منجلاب و کثافت قاجار کشید بیرون و ایرانو ساخت، زیر به قول معروف پایه های ایران اصیل رو ساخت و نگاهش به سمت ایران باستان بود، به سمت هویت ملی بود. رضا شاه اومد تخت جمشید و پرسپولیس رو از زیر خاک آورد بیرون. رضا شاه اومد فردوسی رو زنده کرد، آرامگاهش رو ساخت، هزاره فردوسی گذاشت، فردوسی که زبان فارسی ما رو برامون حفظ کرد، عرب زبان نشدیم. شاهنشاه آریامهر اومد ایران رو گسترده کرد، توسعه داد، اومد به کارگر ایرانی سهم داد از کارخونه، اومد به کارگر گفت کارگر تو اگر کار میکنی تو سهام این کارخونه شریکی. کارگر بود،
کارگر مردم ایران بودن. شاهنشاه آریامهر اومد جشن‌های 2500 شکوه و عظمت و اقتدار ایران رو به رخ دنیا کشید. پس ایرانی بود، ایرانی فکر میکرد. و این آقایون توده‌ای و چپی و ملی منقدی و نهضت آزادی و امثال این آشغال پاشغالا، اینا ضد تمدن ایران بودن، چون از روز اول دشمنان رضا شاه قاج، چون رضا شاه هیچشون استفاده کرد برای ساختن ایران. دشمنان ایران توده بود، چپیا بودن، مزاحمین خلق بودن و امثال همین کرمای که هر کجا لول می‌خوردن به کجا بهشون یه ساندیس یه بستنی بیشتر میدادن. همینا اینا دشمنان ایران بودن. وقتی جوان امروزی میاد توی خیابون میگه روحت شاد رضا شاه، چون فهمید رضا شاه به پدر و پدر بزرگش که همون جوان باشه چه خدمتی کرد، فهمید آقای کل سکسی که اسمتو نمیدونم، اگر رضا شاه نبود تو الان هر اسمی داشتی آخرش یه دونه افم چسبیده بود، چون روسی بودی. شما اینا رو نمیفهمید، شعور اینو ندارید، اما نسل من شعور اینو داره، اینو میفهمه. اگر رضا شاه نبود، اگر شاهنشاه آریامهر نبود، ما خیلی عقب افتاده تر از قسمت های زیادی از کشور همسایه خودمون، اسم نمیبرم، بودیم. الان اسم من سعید نبود، اسم من سعید اوف بود. اینو بیشعورهایی که این همه اسناد منتشر شده که تمام اون خزعبلاتتون دروغ بود، هنوز به خریت خودت اسم داری میگی از استبداد شاه. شاه در زمان انقلاب سفید اومد رسما به زن حق رأی داد. سوئیسی که من توشم 10 سال بعدش حق رأی به زن داد. اینو میتونید بفهمید یا نمیتونید بفهمید؟ من اگر میام میگم روحت شاد رضا شاه یا شاهنشاه آریامهر، چون میدونم دید اون دوتا پادشاه چی بود. اما شما اومدید پشت کسی وایستادید، پشت شیخی وایستادید که اون شیخ همون ابتدا گفت اقتصاد مال خر است، گفت این آثار تمدن ایرانی باید به گور سپرده شود و شما براش هورا کشیدید، براش شما کف زدید. حالا میای از استبداد شاه میگی؟ آقا چرا یک کلمه از استبداد خمینی نمیگید؟ چرا یک کلمه از استبداد سلطان خامنه ای نمیگید؟ چرا یک شعار مردم ایران که گفتن روحت شاد رضا شاه رو پخش نکردی؟ آقای توکلی چرا اینا رو پخش نکردی؟ چرا مقابل خواسته مردم ایران وای میسید؟ اگر شما مریض نیستید، مأمور نیستید، دلیلش چیست؟ آخه خریت هم یه حدی داره، آدم وقتی میبینه یه ظرفی داغه، قابلمه داغه، دیگه دست بهش نمیزنه، میسوزه، یه بار سوخته. شما چرا هی دارید امتحان میکنید؟ من سعید قاسمیه به قول این آقایون بددهن، همین جفت این فسیلا رو، جفت اینا رو به یک مناظره دعوت میکنم تا بهشون نشون بدم کتنه کیه. مردش هستی آقای توکلی؟ مردش هستی؟ اعلام وجود کن. اگر مردش هستی اعلام وجود کن. آقای کل سکسی که اسمتو نمیدونم چیه، تو لس آنجلس داری برای خودت اشغال میکنی، 40 ساله به قول خودتون از ایران گورتون رو گم کردید بیرون، ریدید تو ایران اومدید بیرون، بیا با من ایرانی که 6 سال از ایران اومدم بیرون حرف بزن، بیا جواب منو بده، بیا به من بگو برای چی اومدید جنایتی که آخوند و خودتون سینماهای ایران رو آتیش زدید که خمینی رو به قدرت برسونید، بیا بگو چرا نیومدید از ملت معذرت خواهی کنید، بیا بگو این همه کشته ای که جمهوری اسلامی از بطن وجودش تا به امروز انجام داده چرا یک کلمه در موردش حرف نمیزنید؟ هنوز از استبداد شاه حرف میزنید؟ مگه شاه ایران الان داره به من حکومت میکنه؟ اونم دروغه. مگه شاه ایران منو به این بدبختی انداخته که شما میاد از استبداد شاه؟ دشمن من امروز آخونده، اون چیزیه که شما آوردید. جواب جواب کمال پور،
دست جناب آقای قاسمی بفرمایید. این آقایون دست به بیعت، این آقایون چریک چروک و این فسیل های روشن فکر. ببینید من با نسل 57 کاری ندارم، پدر مادر منم جز به اون نسلن. من با روشن فکران 57ی کار دارم که امروزم ادعا دارم. شما رفتید دست بیعت با کسی دادید که نماینده 1400 سال پیش بود. انقدر احمق بودید که قوانین روز دنیا رو گذاشتید کنار، قوانین 1400 سال پیش، نماینده 1400 سال پیشی که به پدر و مادران شما در 1300 سال پیش تجاوز کرد با زور شمشیر و چاقو. شما رفتید دست بیعت با اون آدم دادید. برید بمیرید. یه چیزی دیگه به شما بگم در مورد اینکه چرا قبر شاهنشاه و رضا شاه در خارجه. ببینید فسیلای 57، روشن فکران، پادشاه ایران، شاهنشاه آریامهر و رضا شاه بزرگ رو مردم عرب زبان مصر دردن. این ننگ بزرگیه برای شما احمقهایی که نام خودتون ایرانی میدونید. پادشاهان ایران، افتخارهای ایران و عرب زبانان مصر براشون مراسم تشییع جنازه گرفتن. برید بمیرید. انور سادات عزیز روانش شاد یک عرب زبان بود، پادشاه ایران و اون قدرشو میدونست. شما کثافتایی که خودتون اسمتون ایرانی گذاشتید قدرشو ندونستید. مردم مصر برای پادشاه ما مراسم گرفتن. میدونید یعنی چی این؟ حالا 40 سال توی اروپا و آمریکا نشستید، هنوز میاد ارعر میکنید و فشار میارید به خودتون که من مقابل استبداد شاه وایستادم. تو به هرچی نبدترت خندیدی که این کارو کردی. بی شرف عوضی، یه پاسخ منو بده. تو مقابل سرنه ایستادی، تو مقابل آینده من ایستادی، تو نذاشتی من رشد کنم، تو نذاشتی من برسم به اونجایی که حقمه. تو منو مجبور کردی در داخل ایران توی صد گردم دنبال شبم، دنبال نون شب. تو آقای کله سکسی، تو مقابل شاه وای نستادی. شما امروز مقابل شاهزاده رضا پهلوی وای نستادی. شما امروز مقابل مردم ایران وای نستادی، کاری که سال 57 کردید. اما بهتون اجازه نمیدیم. مطمئن باشید آقایون فسیل 57 گوشاشون رو خوب باز کنن و دیگر مزدوران جمهوری اسلامی باشید. بخواید مقابل زمین محو خواهید شد، چون امثال من تا دلت بخواد زیادن. اینو بهت گفتم آقای کله سکسی که خوب تو اون گوشات فرو کنی، خوب تو اون گوشات فرو کنی. دردی که من کشیدم باید اون زن و بچه تو هم در خارج از کشور بکشم. این نیست که یک گندی بزنید بعد چمدون رو ببندید خداحافظ خداحافظ بیاید در خارج از کشور اشغال. این نیست. دست طبیعت رو فراموش نکنید. دست طبیعت میگه اگر جو کاشتی، دست طبیعت میگه اگر جو کاشتی جو برداشت میکنی، اگر هویج کاشتی هویج برداشت میکنی. آقایون 57 فسیل، قرار نیست هر دفعه دستتون رو کردید زیر پتو ممه ننتون بیاد دستتون. یه دفعه هم یه چیزی دیگه میاد دستتون، این بار اون یه چیزی دیگه است. حواستون باشه رو این پیچ تاریخی. ملت ایران رو از مسیرشون سعی نکنید برگردونید، چون له خواهید شد. سال 57 اگر مردم تو خونه نشستن و خیانت کردن به کشورشون نیومدن بیرون، اما امروز این مردم جلوتون میستن، چون مردم چیزی برای باختن ندارن. مردم ایران رو میخوایی بدونی آقای کله سکسی که اومدی گفت جلوی استبداد شاه وایستادی؟ مردم ایران میدونی کجان؟ مردم ایران اونایی نیستن که بالا شهر تهران توی تجریش و این برانور نشستن. اونا مردم ایران نیستن. مردم ایران رو تو حاشیه شهرها برو پیدا کن. مردم ایران رو کنار سطلای مردم ایران رو برو تو کوچه های شوش و شابدالعظیم و این برانور پیدا کن. اونا مردم ایران هن. که شما مقابلشون ایستادید. یادتون باشه نکنیم. و اتفاقا شما در هر کجای این دو...
چون باید پاسخ منو بدی. شما مقابل من وایستادی، مقابل شاه وای نستادی. شاه رفت گفت لیاقتی نداری. چون من سپاسگزارم جناب کمالپور ازت بابت این برنامه و از دوستانم خواهش میکنم، دوستان من کمالپور، جناب کمالپور لطف کنید این برنامه رو شیر کنید، این برنامه رو برای دوستانتون بفرستید. این جور برنامه ها رو عزیزان ایران به فکر ایرانید، این جور برنامه ها رو باید پخش کنید. ما یه جایی باید قدرت داشته باشیم. تمام این تریبونایی که نگاه میکنید تمام اینا مصادره است، همه اینا نماینده مافیان. ملت ایران چیزی ندارن، فریاد دارن که میزنن. به داد خودتون برسید. بد نقشه‌ای برامون کشیدن، دوباره بد نقشه‌ای کشیدن، 57 میخواد تکرار کنن، نذارید. بله بله به هر حال سپاسگزارم از جناب کمالپور. فعلا میرم پایین جناب جوان. خواهش می‌کنم، سپاس از شما سعید جان. ممنونم، ممنونم، برقرار بشی. فعلا فعلا بدرود. فعلا دوستان عزیز، باز هم نمیدونم این مشکل چیه که برنامه میبینید با مشکل برخورد میکنیم، با مشکل روبرو هستیم. ولی اینو من عرض میکردم قبل از این جناب قاسمی بیان روی خط، که کسانی که با نوع گفتار ما مشکل دارن، با نوع روشنگری های ما مشکل دارن، تو برنامه های ما نیان، اشتراک گذاری نکنن. اگر یک نفر حرف ماها رو، امثال من و جناب قاسمی و جناب سرهنگ رضایی و جناب جوان عزیز و اینها رو گوش میکنه و پخش بکنه و درست متوجه بشه، برای ما همون کفایت میکنه. تا اینکه کسی خواسته باشه بیاد برای ما نسخه تجویز بکنه که ما چیا رو باید بگیم چیا رو نگیم. اتفاقی که امشب در برنامه مصاحبه من افتاد و آقای توکلی و آقای بوستیجانی سعی کردند که ثابت کنن، کماکان همون افرادی هستن که در سال 57 نقش اینو ایفا کردن، خودشون و امثال خودشون، که خمینی ملعون بیاد و دار و دستش بیان کشور رو به فنا بدن، ثابت کردن برخلاف اون چیزی که میگن ما پادشاهی خواهان فقط فحاشی میکنیم. ما پادشاهی خواهان دنبال این هستیم که بگیم هیچ کسی، هیچ طیفی، هیچ حزب دیگه ای نباید فعالیت کنه، فقط ما فعالیت کنیم. یک حرف کاملا بی‌پایه و اساسه و ما در کمال آرامش، بدون فحاشی، بدون توهین، در یک جایگاه کاملا دموکراتیک با آزادی کامل به اینها این موقعیت رو دادیم که صحبت بکنن، حرف بزنن، اما متاسفانه با تناقض هایی که در گفتارشون داشتن، با تناقض هایی که در تحریف قانون، در تحریف تاریخ داشتن، با تناقض هایی که از عملکرد گذشته خودشون و امروزشون داشتن و اینکه خودشون هنوز مثل، درود بر شما جناب جوان عزیز، بالاخره پیروز شدیم که شما رو ببینیم. درود بر شما، حالتون چطوره؟ خوبین جناب کمالپور؟ من از شما، شما هم باید مثل جناب قاسمی پوزش بخوام که آقای توکلی کامنت های شما رو سانسور کردن و نخوندن. من پوزش میخوام. اولا که عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب سعید قاسمی، حضرت عالی، که برنامه و عزین شما رو میبینن. و اینم عرض بکنم که صحبت های آقای سعید قاسمی منو یاد یه چیزی میندازه. من اینو به کسایی مثل آقای توکلی یا کسایی که گاهن صحبت میکنن آقای سعید قاسمی اینطوری و اونطوری، اولا که آقای سعید قاسمی یه فردی هستن که ایشون اختیار صحبت، گفتار و فرمت برنامه هاشونو دارن و هر کس دوست نداره میتونه تو برنامه ایشون شرکت نکنه. و اگر نقدی هم خدمت آقای قاسمی دارن، چقدر شوربختانه جناب جوان قطع شدن. تا جناب جوان بعد دوباره عد کردن،
دوستان مهر بورزید، عد نکنید تا به زمانش بفرمایید در رابطه با چه مسئله میخواهید صحبت کنید. در رابطه با مسائل حاشیه‌ای باشه من نمیارم بالا الان. جناب جوان بفرمایید. قطع شدم من؟ بله بله شما قطع شدید. دوباره عرض میکردم که آقای سعید تمنا کنم برقرار بشید. بله میفرمایید. جناب سعید قاسمی هر کس نقدی داره تشریف ببرن به خدمت آقای قاسمی در یک مناظره رو در رو صحبت کنن، ببینن که صدای آقای سعید قاسمی آیا صدای خیلی از جوانان داخل ایران هست یا خیر. قرار نیست ما بیاییم اینجا بشینیم سخن از می و مطرب بگیم وقتی که سن خودفروشی در ایران رسیده به زیر 11 سال. اتفاقا امثال آقای سعید قاسمی یعنی عصاره شرف، یعنی یک عصیانگر جوان مرد، نوشتم من اونجا. لذا کسی که با انگشت آقای توکلی، آقای بستجانی و عزیزان جمهوری خواه، پادشاه، هر کس که با انگشت ماهو به شما نشون میده، ماهو ببین، انگشت رو ول کن. صحبتای ما آقای قاسمی هر جور صحبت میکنه، برو توی جان کلام این شخص، اونی که از وجودش میاد بیرون، اونو ببین. بقیه رو ول کن، چرا آدرس اشتباه میدین. این از این. و جناب کمالپور، من از شما بسیار سپاسگزارم به خاطر برنامه امشبتون. مناظره‌ای بود که به نظر من ایرانی راستین و سربلند کرد. کسایی که در طیف پادشاهی پارلمانی و کلیه پادشاهی خواهان رو به نظر من سربلند کرد و نشون داد که کسی که پادشاهی میکنه و برنامه‌ش رو با درود بر اعلی حضرت رضا شاه دوم شروع میکنه، اما موقعی که داره صحبت میکنه و داره مناظره میکنه، چنان بر مبانی دموکراتیک پای میفشارد و چنان در راستای شاهزاده رضا پهلوی برای رسیدن به یک دموکراسی تکثرگرا در ایران گوی سبقت رو از همگان میرواید که آن میشود که آقای بستجانی به تعارض میفته و دروغ میگه جلوی دوربین، صحبت 10 دقیقه قبلش رو سانسور میکنه و مغالطه میکنه، سفسطه میکنه. آقای سعید قاسمی سفسطه نمیکنه. آقای سعید قاسمی از اون اولی که برنامه‌اشو من دیدم تو الان همینه. جناب کمالپور همینه و دیگران همینن. آقای بستجانی، کسانی که آروغ روشن فکری میزنین، مشکل شماهایین. شما دروغ میگین به ملت ایران. از یک طرف میگین من دموکراسی خواهم، از یک طرف میگی اگر مردم همه رأی بدن به سلطنت، من وام نیستم جدای مردم. قربون برم خدا رو، یه بوم و دو هوا رو، استاد بزرگ چی میگی؟ پیش قاضی و ملق بازی؟ نه عزیز من، این مردم مردم سال 57 نیستن. این مردم مار خوردن، افعی شدن. این مردم الان جناب قاسمی به نقطه خوبی اشاره کرد. شما الان آقای بستجانی صحبت میکنی، 5 دقیقه دیگه یک لایف میذارن، صدر تا زگلتو رو میبرن زیر سوال. شما جدای شما دو دیگه دوره 57 نیست، بریم پشت آخون قایم شین. الان شما جلوی اتاق شیشه ای هستین، در معرض دید تک تک ملت ایران هستین. ملت ایران شما رو قضاوت میکنه. و نکته دیگه، تعارضاتی که در سخنان آقای توکلی و دیگران بود، من چند تاش اینجا نوشتم با اجازهتون بگم. در مورد کتاب ماهیسیای کوچولو، کتاب ماهیسیای کوچولو اگر سانسور شده بود، اگر به دست آقای بستجانی نمی رسید، چگونه در کانون پرورش فکری برای این کتاب جایزه گذاشتن؟ اینا هست، این صحبت من نیست. دوستان سرچ کنن توی کامپیوتر. همین آقای امیر عباس فخرآور به خاطر همین کتاب ماهیسیای کوچولو به اولیا حضرت شهربانو انتقاد کرد که چرا اجازه داد بیاد بیرون. طیف پادشاهی جواب فخرآور بده، جواب بستجانی بده، جواب کمونیست بده، جواب جمهوری خواه بده. اون موقع میزان آزادی که در نظام گذشته بود بی نظیر بود در عصر خودش. آقای بستجانی، آقای توکلی و امثال هم، اساتید، عالی جنابان، حضرت آلا، عزیزان، هر کسی رو، هر جریانی رو باید در ظرف زمانی و مکانی خودش سنجید. رضا شاه در زمان رضا شاه 80 سال پیش نمیشد صحبت از دموکراسی کرد. در زمان شاه فقید نمیشد صحبت از توسعه سیاسی کرد، وقتی که ملت ما هنوز اقتصادی نرسیدند. شاه فقید 42 تا سال
1357 تمام حماقمش رسیدن به یک نرم اقتصادی بود که بتونه بر اساس اون به توسعه سیاسی جامعه عمل. میگید نه برید از آقای 1353 شاه فقید چه نامه‌ای بهش نوشت؟ آقای توکلی، آقای بسیجانی، جمهوری خواه، کمونیستان، نمیتونین تاریخ رو تحریف کنین، ما نمیذاریم، دروغ میگید. و اینم عرض خدمتتون، جناب کمالپور به قدری امشب زیبا شطرنج بازی کرد، من استاد بین‌المللی شطرنجم، من اینا رو میفهمم، چنان قشنگ، چنان در حالت آرامش کامل، ریلکسیشن کامل، با مفاد منطقی بسیار جاری کرد، اینا رو برد گوشه رینگ، کاری به سر بسیجانی آورد که اومده و صحبت از استراتژی و نمیدونم استیو بنن و این اومد اون رفته، اون کتابی که اومده بود آقای داشت اطلاعات رو به رخ میکشید، ولی نمیدونست که در برابر کسی نشسته که سخن از حقیقت و صداقت میگه. حقیقت و صداقت در کوتاه مدت نه، در بلند مدت پارادایمه، و امشب دیدیم چگونه آقای کمالپور با یک متانت خاص قشنگ ایشونو بردن گوشه. و جناب آقای توکلی، شما دو تا از کامنت های منو خوندین، سپاسگزارم از شما، ولی یک دونه کامنت از کامنت های آقای سعید قاسمی رو نخوندید. آقای سعید قاسمی هیچ فحشی نداده بود، هیچ توهینی نکرده بود، به شما گفته بود شما روشنفکرای فسیل 57 چرا اون کارو کردین؟ مگر فسیل فحشه؟ فسیل یعنی کسی که دورش گذشته. آقای بسیجانی، تویی که میگی من تئاتریم، آقا مسئله هنری تو کاری به سیاست نداره، سیاست یعنی علم اداره اجتماع. تو که نمیتونی 10 دقیقه قبل به تو جمع بکنی دروغ میگی، چی میخوای بگی از سیاست؟ آقای کمالپور یک کلمه آقای کمالپور دروغ رو یک کلمه حرفشو این برانور کرد، مغلطه کرد. شما اگه آقای توکلی و آقای بسیجانی، آقای سعید قاسمی شما رو به مناظره دعوت کرد تو همین برنامه اگر وجود دارید، حالا من نمیخوام بگم وجود، اگه واقعا به اونی که میگید معتقدید، اگه شما میخوب آقای سعید قاسمی دارن فحاشی میکنن، شما نه، شما از صحبت از گل و بلبل میگین، بیاین بشینین جلوی ایشون، بیاین ایشون به شما فحاشی کنه، اگر کم نیاوردین جلوش، بیاین این فرصت رو به مردم بدین، مردم شما رو قضاوت کنن، نه خودتون آقای سعید قاسمی رو. جناب جوان دوباره قطع شدن شوربختانه. بله امیدوارم که بتونید دوباره بیایید روی خط. بله دوستان، شوربختانه امشب در این گفتگو این اتفاقات افتاد و ما ثابت میتونیم بکنیم در هر جایی که مناظره باشه یا گفتگو باشه بر مبنای منطق، دانش، علم، خرد، نه حرف زور، نه اینکه خواسته باشیم به زور عقاید سنتی و قدیمی و پارینه سنگی خودمون رو خواسته باشیم تحمیل کنیم به دیگران، نه، بر مبنای حقیقت اگر باشه ما صحبت میکنیم و ثابت میکنیم که این اتفاق چیز دیگری هستش. من این برنامه رو لینکش رو تو همین چیز میذارم، تو همین برنامه در کامنت بعد از پایان قرار خواهم داد، الان روی پیج خودم هم هستش. جناب قاسمی شما اد نکردید، بزرگوار اد کنید، در خدمتون هستم حتما. جناب سعید امیدی اگر شما هم صحبت دارید حتما میارمتون بالا که صحبت بکنید، مشکل نداره. جناب امیدی حتما جناب جوان هر کاری میکنم شما نمیتونید بیاید روی خط، باز دوباره میزنه دوربین مشکل داره، این خط ها مثل که ایراد پیدا میکنه، نمیدونم چه اتفاقی میافته، نمیفهمم من. در صورت اینها در همین حدش هم نتونستن صحبت بکنن و متاسفانه میگم جناب توکلی، من این توقع رو ازشون نداشتم که
خواسته باشن طرفداری بکنن یه جورایی، در واقع طرفداری کردن از آقای بستیجانی و این خوشایند نبود. اینکه خواسته باشن تناقض حرف بزنن، متناقض حرف بزنن، هی از اون طرفداری بکنن، زمان منو کات کنن، حرف منو قیچی کنن، حرف منو کات کنن تا ایشون صحبت بکنه، خب این در یک برنامه هر چی که باشه درست نیست و کسی نمیپسنده. من متاسفانه نمیتونم هیچ کدوم از عزیزانو بیارم روی خط، نمیدونم چرا. من ندارم شما رو جناب جوان عزیز، ندارم و متاسفانه الان آقای قاسمی رو اوکی کردم، ببینم دوباره میان روی خط یا نه. بانو من برنامه هم اینجوری نبوده، الان خیلی وقت تو لایو هم این مشکل پیش میاد، الان پیج من رو اینقدر ریپورت کردن که مشکل دارم. من مثل امانیه نیستم که 70-80 تا پیج داشته باشم، همین دومیشم زدم الان باز اونم ورشن ریپورت کردن. جناب امیدی کسی نمیتونه بیاد بالا، الان من شما رو تایید میکنم بیاید بالا. بفرمایید، شما هم قبول نمیکنه آقای امیدی. جناب قاسمی رو هم بستن، اصلا یه چیزی میگی من نمیدونم. من فکر میکنم دوباره جناب قاسمی دوباره باید لایو رو دوباره برگزار بکنم، ایزه بدین دوباره میاییم روی خط.